سیاره زهره، آیا زیست فرازمینی در اینجا ممکن است؟ نشانه تازه به دست آمده که امکانش هست. اخترشناسان گازی به نام فوسفین در جو این سیاره کشف کردند. گمان می‌کنند میکروب‌های ریز که در ابرها هستند گاز را تولید کرده باشند. من خیلی غافلگیر شدم. شوکه هم شدم. اولش اکتشاف رو باور نمی کردم. باورم نمی شد که پیداش کردیم. اما وقتی با یه تلسکوپ دیگه مستقلن شناسایش کردیم، اون موقع بود که فهمیدم وجود فوسفین از طریق دو تلسکوپ برامون محرز شده و واقعیه. تلسکوپ آلما در کوههای بیابان آتاکاما در شیلی که این اکتشاف را تایید کرده، یکی از قوی ترین مجموعه تلسکوپ های جهان است. کشف حیات در یه دنیا دیگه میتونه بزرگترین کشف علمی باشه که تا حالا داشتیم. ولی پژوهشگرها چنین ادعایی نکردن، حداقل فعلا. گاز ممکنه به دلایل دیگه تولید شده باشه، اما وجودش در سیاره زهره همچنان کشف هیجان انگیزی. بزرگترین نشونه که اخترشناسان برای احتمال وجود حیات در فضا دیدن. اما بزرگترین مشکل این است که زهره با حیات سازگار نیست. یک سفینه روسی که در سال 1982 روی این سیاره فرود آمد، دمای سوزان آن را تایید کرد تا 460 درجه سانتیگراد و ابرهای متراکم از اسید سولفوریک که توان تجزیه هر چیز زنده ای را ظرف چند ثانیه دارند. اما بعضی فکر می‌کنند که حتی اینجا هم ممکن است زندگی وجود داشته باشد. منطقه قابل سکونت داره. یه رشته ارتفاعات در زهره است که اونقدر گرم و اسیدی نیست. نوعی از سلول‌های سخت جون میتونن تو ابرهای زهره زنده بمونن. بسیاری از دانشمندان هنوز بر این باورند که شرایط سیاره زهره برای حیات خیلی سخت است و وجود گاز باید توضیح دیگری داشته باشد. اما در این مرحله سخت بتوان امکان وجود حیات در یکی از نزدیکترین سیاره ها به زمین را کاملا رد کرد.